مسئله جمهوری مربوط به شکل حکومت است که البته مستلزم نوعی دموکراسی است، یعنی مردم حق حاکمیت دارند. حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارند که سرنوشت خودشون را خودشون در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خودشون را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب خودشون را معاف بشمارند. من تعجب میکنم که از این سوال، آیا معنی دموکراسی این است که هر فردی برای خودش یه مکتبی داشته باشد و یا اینکه هیچ فردی هیچ مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکرده باشد و به هیچ مکتبی ملتزم و متعهد نباشد و اصول هیچ مکتبی رو نپذیرد؟ چنین چیزی نیست. ما وقتی که میگیم اسلامی، معنیش این نیست که روحانیین را به عنوان طبقه حاکمه میخواییم بپذیریم، مثل این که در این بیان شما میان حکومت اسلامی و حکومت طبقه روحانی اشتباه شده است. این توهمی که از جمهوری اسلامی تو ذهن بسیاری پیش اومده درست همینه که جمهوری اسلامی به معنی حکومت طبقه روحانیه. خب اگر چنین اشتباهی هم پیش اومده باید این اشتباه رفع بشه. اولا خب عملا میبینن در همین حکومت موقت اسلامی روحانیین به پستها و مشاغل گماشته نشدن. در صورتی که عرض میکنم اگرم گماشته میشدن مثل سایر افراد بود و اتفاقا خود روحانیین بزرگ نبی این دلیل که اگر روحانیین پستها را اشغال بکنن حکومت میشود حکومت روحانیین، به دلائل دیگری که حالا نیازی به توضیح آنها نیست موافق نیستن که روحانیین پست‌های دولتی را اشغال بکنن، کما این که در دولت موقت اشغال نکردن و فکر میکنن که در دولت بعد هم اشغال نکنن. ولی به هر حال حکومت اسلامی، جنبه اسلامی بودن به حاکمیت عملی یک طبقه ارتباط ندارد، به حاکمیت یک ایدئولوژی ارتباط دارد. یعنی یک ایدئولوژی که مردم، اکثریت قاطع مردم در گذشته ابراز کرده اند که به این ایدئولوژی مؤمن و معتقدند و به او گرایش دارند و او را میخوان و میخوان در کادر او حرکت بکنند و نه یک ایدئولوژی دیگر. بنابراین این مسئله که ما فکر بکنیم که همین قدر که گفته می شود جمهوری اسلامی حق حاکمیت مردم را نقض می کند به هیچ وجه درست نیست. حق حاکمیت مردم به معنی این است که مردم حق قانون گذاری دارند، کما این که مجلس شورای ملی در دوره مشروطیت هم که قانون اساسی بر مبنای دین اسلام بود و خود قانون اساسی و متمم قانون اساسی در کمال صراحت میگوید که هیچ قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد قانونیت نخواهد داشت و مجلس حق وضع چنین قانونی را ندارد. یا اصل دوم متمم قانون اساسی که تراز اولی را، پنج نفر از تراز اول را به عنوان ناظر بر این قوانین که بر خلاف
اصول و ضوابط اسلامی نباشد، اینها در قانون اساسی و متمم قانون اساسی آمد، هیچ وقت کسانی که انقلاب مشروطیت رو پا کردند اینها را بر ضد دموکراسی و روح مشروطیت و حتی مقنن بودن جعل قانون و تقنین ندانستند، زیرا قوانین را در کادر اصول کلی اسلامی وضع نکردند. و عمده در مسئله دموکراسی همین است که در مرحله اجرایی، در مرحله اجرا، این مردم خودشون باید باشند که مجری قانون باشند. حالا یا مجری قانونی که خودشون وضع کردن، یا مجری قانونی که فرضاً به وسیله یک فیلسوف وضع شده است و این مردم اون مکتب و اون فیلسوف رو پذیرفتن، و یا نه به وسیله وحی الهی اون اصول وضع شده است. بنابراین جمهوری اسلامی، به اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی که اشاره کردید به دوره مشروطیت و به طور کلی با دموکراسی به هیچ وجه منافات ندارد و هیچ وقت اصول دموکراسی ایجاب نمی کند که هیچ مکتبی بر یک جامعه حاکم نباشد. و اگر یک جامعه ای و یا اگر یک حزبی، احزاب معمولا خود را وابسته به یک ایدئولوژی معین میدونن و وابسته میدونن و افتخار میکنن، ولی این را هرگز بر ضد اصول دموکراسی نمی شمارن که خب ما اگر بناس در کشور ما دموکراسی باشه، من چرا قبلا به یک مکتب خودم را متعهد و ملتزم کرده ام و چرا میخوام اصول اون مکتب و به تعبیر شما اصول از پیش ساخته، اصولی که قبلا وجود داشته به وسیله یک فیلسوف یا به وسیله فیلسوفانی یا به وسیله در این جمهوری اسلامی وسیله وحی، هیچ وقت کسی اینجور فکر نمی کنه که این برخلاف حق حاکمیت ملی است.